خدمت رفقای خودم عرض ادب و احترام میکنم امیدوارم که سلامت و تندرست باشید دوستان و ساعت لحظات و خوبی هم در انتظارتون باشه بامداد پنج شنبه هست و من توی سود پلاس گفتم که بیام و درباره این خیمه شب بازی که فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسش انجام داد و قانونی که سقف قراردادی که خودشون گذاشته بودن و بارها و بارها گفته بودن فرپلی مالی باید باشه و این قانون اگر نباشه چنین میشه چنان میشه باشگاه ما برشکست میشن و دخل و خرجشون با هم نمیخونه و به دفعات هم سال گذشته هم امسال اومدن گفتن که باید این قانون اجرا بشه سال گذشته که اجرا نکردن یه جورایی ماسمالی کردن امسال و همین چهارشنبه شب واقعا میگم یه جلسه ای طرف رو از تو تخت خواب و از استخر و جایی دیگه کشیدن بیرون این اونور به دستور آقای تاج که بیاید آقا چه خبره بیاید جلسه داریم و میخوایم قانون سخف قرارداد رو یه جوری ماسمالی کنیم بره و همون قانونی که خودمون گذاشتیم و رو بخونیم بره که فاتحش هم خوندن یعنی کاملا اون چیزهایی که استقلال و سپاهان دنبالش بودن به خصوص سپاهان که استیون انزونزی رو نتونسته بود ثبت بکنه کامارا رو نتونسته بود مهدی لیموچی رو نتونسته بود به خاطری که انقدر هزینه کرده بودن که اصلا سقف لایه اوزون رو هم سوراخ کردن یا استقلالیا ببینید چیکار کردن 8 تا 9 تا بازیکن آوردن گفتن آقا بعد فحص بکنیم بریم اینو بگیریم اونو بگیریم حتی کادر فنیشونو حمید رجبی رو قراردادش رو کردن آقا تا اینکه بتونن یه کاری انجام بدن و بازی کنن که میخوان وارد لیست بکنن اما نمی... این وسط قربانی بزرگ باشگاه پرسپولیس شد یه مدیر نابخرد ناکاربلد و از میخوام ابلهی به نام رضا درویش یا رضا پرز که نمیدونم وجدانی درش هست که سه ماه تمام هواداران پرسپولیس رو مطل خودش کرده بود این آدم ستاره های پرسپولیس رو فراری داد دم از اجرای قانون سقف قرارداد زد همه پرسپولیسی ها همه خبرنگاران و اصحاب رسانه بهش گفتن که آقای درویش این داستان قانون کشکه قانونی که فقط بعد تو کشای میز بره و به هیچ عنوان رعایت نمیشه ایشون گفت نه به در پرسپولیس ایشون در رو بازیکنهایی که فراری داد من پول نمیدم به خاطر من قانون سقف قرارداد رو رعایت بکنم کدوم قانون های درویش کدوم انسان بی کدوم آدم خائنی از شما حمایت میکنه که الان تو باشگاه پرسپولیس هستی اون خبرنگارهای عزم میخوام دوزاری که از آقای درویش حمایت میکردن مطلب نمیذاشتن یا یه جورای ماسمالی میکردن راکت بودن و ایستا بودن باشگاه پرسپولیس تو نقل و انتقالات الان میان جواب بدن دوستانی که ماله میکشیدن به کارهای آی دریش بیان جواب بدن هر روز توی استوری برید نگاه بکنید تا میتونن فقط دارن پول تبلیغ از این میگیرن به اسم باشگاه پرسپولیس به اسم هواداران شما اگه همین پرسپولیس هواداراشون نبودن و تو خیابون هم کسی شما رو نمیشناخت حالا همین آقای درویش این آدمای مالکش رو میخواد به خودش برداره برای عربستان با پرسپولیس آقای درویش شما باعث بانی این بلاهایی است که سر پرسپولیس داریم مثل شما هستید ببینید سپاهان امشب رفت قراردادش رو ثبت که با تیمی با بون دندان مسلم یا تو لیگ برتر استیون انزونزی کامارا لیموچی و بازیکنان دیگه ای حتی اون بازیکنایی هم که میخواستن ردشون بکنن مثل اسد و اینا رو حتما برمیادن چون دیگه مشکل صفحه قرارداد ندارن یا استقلال برید نگاه کنید صبح تا ظهر 6 تا بازیکن فصل میکردن 12 تا 6 بعدا 4 تا بازیکن اضافه میکردن الان با این قانونی که ماس مالی کردن آقای تاج دمشون هم گم و خدا قوت بهشون بده ماس مالی کردن میان آقا همه رو ثبت میکنن آقای درویش انقدر شهامت و شرافت باید داشته باشی که خودت بری کنار یعنی مرده متحرکی شما از این لحظه شما تو باشگاه پرسپولیس میخوای بمونی عملا هواداران یه مدیر عامل مرده دارن خیلی واضح و روشن و لخت و اوریان من دارم صحبت میکنم ای درویش خیانتی که شما به پرسپولیس کردی احد و ناسی نکرد همه میدونستن فدراسیون فوتبال برنامه‌اش دیگه تو اون دقایق پایانی بیاد و یه جوری هوای استقلال و رو داشته باشه تراکتور هم که کنارش پرسپولیس چی هیچ سرش بی کلامون ستاره که خودت فراری دادی بازی کنم که سه ما سر یعیو عطی کسای دیگه همه رو مطل خودت کردی آخرش هم تا چپرچلاغ تو پرسپولیس وارد کردی تموم شده واقعا میگم این پرسپولیس به داستان فوتبال بذارید کنار اونا که تکلیفشون معلومه اما با این بلاهایی که سر پرسپولیس میاد آقای دربیشه و اون تیمی که باهاش هستن و پدر شون آقای پروین بی جواب بده دیگه مگه شما نگفتید آقا خب ما باید پول ندیم سخف قرارداد فلان جد اینجوری شد آقا خود فدراسیون فوتبال چیلنگ و ول کرد تو صفحه قرار داد آقای تاج دو هفته قبل سه هفته قبل از آقای از باشگاه استقلال جواد نکنم به خاطر اون گل آفساید هر چیزی عذرخواهی کرد یه ذره دیگه مونده بود هزار تا داستان پیاده که گفت نه من باید یه کاری بکنم که آقا من ارادت خودم رو به استقلال و سپاهان به خود استقلال نشون بدم آقا بیا من برم داستان صفحه قرارداد خودم حداقل حد این قانون رو دیگه بذارید تو تاخچه تمومش کنید بره دی اسم سقف قرارداد رو نیارید اسم فر پلی نیارید من نمیدونم کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا این خیانت فدراسیون فوتبال و این قانونی که خودش گذاشته و الان عمل بهش نمیکنه رو واقعا میان ببینن راستی آزمایی بکنن میان ببینن که آقا تو فدراسیون فوتبال یه باشگاهی با هماهنگی یه سری مسئول خائم میره ده تا بازیکن فصل میکنه فردا می آقا برو فلان بازی کنه مردو بیار همون‌ها رو و یه مدل دیگه قرارداد ببندید آقا اگه می‌خواستید این کارو بکنید چرا مچل خودتون کرد تیمای دیگه رو برای چی گفتید آقا که این کار میکنیم که یه آدم ابلهی مثل آقای رضا رز... درویش رضا پرز بیاد اینجوری به ریش پرسپولیس بخنده بعد امشب هم بیاد بیانیه بده آقای درویش من اگه جای شما بودم همین امتب جمع میکردم میرفتم دست پیش گرفتی که پس نمونی آقا اون روزی که گردنتو صاف میکردی و داد و بیداد میکردی من قهرمان رعایت سخف قرار دادم این آقا شما قهرمان تیله بازی هم نیستی های درویش لعنت به اون کسایی که این قانون سخف قرارداد داد و و قانون خصوصی سازی بانک شهر مدیرش کیه؟ داماد آقای محسن رضاییه. سه چهار تا بانک دیگه هستن اونا چی کار دارن میکنن؟ یک بار اومدن آقا بگن آقای درویش ببخشید چه غلطی داری میکنی؟ الان جواب هوادار پرسپولیس کی کی میخواد بده؟ آقای درویش که عین خیالش نیست. پدر پرسپولیس از از, زانو پایین پرسپولیس رو فلج کرد. یکی از بیاد جواب بده همگان گفتن این قانون قانون کشکین که این قانون رعایت نخواهد شد خود فدراسیون فوتبال قانونش رو کرد تو سطل آشغالی یعنی یه مهر خیانت بر پیشونی این فدراسیون تو ابد مون آقای تاج واقعا این افتخار خیانت به فوتبال ایران رو من به تبریک از میکنن ببین دیگه کار مونده واسه استقلال بکنی برو بقیهش انجام بده آیا از اون دو تا پنالتی های معیشتی یا چیزهای دیگه هم که به ضرر تیم های دیگه گرفتی به نفع استقلال گرفتی از تیم های دیگه کردی و قطعا نمی‌کنی تیم شهر خود سپاهان ببین بالای هزار میلیارد هزینه کرده هم میگم کمکشون هم کردی دیگه عالی بود یه سهمیه پرسپولیس هم که سوزون دید شما اوسون اورونو فگه زیر 25 سال نیست چطور نداشید تو زیر 25 سال باشی که پرسپولیس بدون یه بازیکن بگیره استقلال فقط توی لیگ نخبگان نماینده ایرانه شما اینجوری میخواید تو اسفن ما رای جمع بکنی؟ این کارها رو کردی که استقلال سپاهان حواس داشته باشن برن خلاصه از این ور اونور دوباره واسه چهار سال لیگه شما رو انتخاب بکنن لعنت به شما آقای تاج به تشکیلاتی که تو فدراسیون فوتبال داری تمام صفحات رو من امشب نگاه میکردم تو صفحه های مختلف اینستاگرام و فضای مجازی و وبسایت های دیگه ما تو مبهوت آقا این چیه این چه قانونیه در این فدراسیون رو واقعا باید گل بگیرید بعد آقای نورشق رو میارن تو فدر... توی تلویزیون داره ماله میکشه آقای نورشق شما رو به عنوان یه فرد تحصیل کرده دانشگاهی و با پرنسیب من تا حالا میشناختم این چه صحبت های شما شب داشتید میکردید کدوم هنو مسابقه شروع نشده پاداشی که هنو داده نشده شما بردید صفحه قرار داد اگه یه آدم بی سواد این حرفا رو میزد ما همه میگفتیم آقا این بی سواد هیچی نمیفهم آقای نور, آه نور چه کردید همه میخواد تو این سفره خیانت باشید دیگه باشید باشید ولی آینده مشخص خواهد که که شما چه خیانت کردید و نمیدونم فدر... كوم... بازم دارم میگم کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا چشهاشو بسته رو خیانت های فدراسیون فوتبال ایران قانون فرپلی مالی فسق سقف قرار داد خدا رحمتشون کنه این دوتا قانون مرده یعنی از اول هم مرده شده بودن من به اونا کاری ندارم اما پرسپولیسیا خیانتی که آی درویش به پرسپولیس کرد تو تاریخ پرسپولیس می بود ایشون سردمدار اجرای قانون سخف قرار داده بود آقای درویش دم دیم عالی کار کردی یعنی چنان ضربه به پرسپولیس زدی با این قهرمان بازی که حالا حالا رخت بلند شدن نیست این همه بازیکن این رومن رفتن با جای مختلف قرار داد مثلا شما گفتی آقا برو رضایت داد من میخوام سخت رو راحت کنم من میخوام فلان کنم چی سخت رو رعایت کرد آقای درویش شبم راحت میخوابی های درویش انجام اینو هوادار پرسپولیس مسخره شما دوستان اون وی... دوستانی که دارن این ویدیو رو میبینن تو یوتیوب من خواهش میکنم این ویدیو رو شیر بکنید به دوستان برای دوستانتون بفرستی تو جاهای مختلف این کار انجام بدید من میدونم دوستان دیگه مثل فریباز علافه و دیگه این کارا رو انجام میدن و استوری هم دارن میذارن و اطلاع رسانی میکنن اما من خواهش میکنم این کارا رو انجام بدین تا همگان بدونن که چه کسانی به پرسپولیس خیانت کردن این لکه ننگ تا ابد بر فدراسیون آقای تاج خواهد موند و تا ابد توی کتاب تاریخ فوتبال ایران می نویسند و درج خواهد شد ثبت خواهد شد که آقای رضا درویش مدیر خائنی که پرسپولیس رو مثل آب خوردن به فدراسیون فوتبال و آدمای دیگه بود دم احمدتون که از سود آفیشیال رو فراموش نکنید بازم به تلرسانی خواهم کرد واقعا شرایط بسیار سختیه و چقدر پرسپولیس مظلومه شب و روزتون خوش